رنوش، روزنامه ها چه واکنشی نشون دادن، چطور پوشش دادن این خبرها؟ روزنامه ها در این چند روزی که از این اتفاق گذشته، اونطور که بعضی از روزنامه نگاران و بعضی از خبرگزاری ها منتشر کردن، خیلی ظاهرا دستشون باز نبوده برای اینکه به اعتراض ها، به در واقع تعداد بازداشتی ها، کشته شده ها و مسائل از این دست و کلا نارضایتی هایی که با به هر حال خشونت های زیادی همراه بوده بپردازن. به همین دلیل اکثر روزنامه ها به این سمت رفتن، یا اینکه سعی کنن که این تصمیم رو بیان یک توجیه اقتصادی براش پیدا کنن و بیان با کارشناسان اقتصادی و سیاسی صحبت بکنن که چرا باید چنین جراحی سختی انجام میشد، و یا اینکه خیلی تند بر علیه معترضان تاختن و همونطور که این چند روز از قول بعضی از مقامات امنیتی و حتی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد، اینها رو اشرار نامیدن، اونها هم همین مسئله رو پیش گرفتن. از جمله روزنامه کیهان، همونطور که میبینیم روزنامه کیهان رو تیتر بسیار تندی زده، مبنی بر اینکه اراذل اجاره‌ای قرآن رو هم کیهان اگر بتونیم ببینیم، اجازه بده ببینیم روزنامه کیهان، اراذل اجاره‌ای قرآن رو هم به آتش کشیدند. اشاره داره به این که به بعضی از حوزه‌های علمیه ظاهرا حمله شده در بعضی از شهرها و آتش زده شده بعضی از اونها. نمونه این تیز رو اتفاقا در انتخابات سال انتخابات سال 88 هم کیهان داشت، ولی کیهان به این فقط خلاصه نشده. در یک در واقع در ستون اخبار ویژه‌اش یک مطلبی داره به نقل از این که از بعضی از افرادی که بازداشت شدن اعترافاتی گرفته شده و یک بخشی از اون اعترافات رو این روزنامه منتشر کرده. این روزنامه نوشته اونها گفتند که ما در داخل و خارج کشور آموزش دیده بودیم، فقط به ما گفته بودند که آماده باشین وقتی که اختشاش رو تجمع شد، شما باید بیاین آسیب بزنین، تخریب بکنین، بعد اگر شناسایی شدین به سرپل هاتون خبر بدین که شما رو خارج کنن، اگر هم که شناسایی نشدین آماده باشین برای دوره‌های بعد. یعنی به نوعی کیهان به روی این رفته که تمام این اتفاقهایی که افتاده در این چند روز گذشته با هدایت دست‌های در خارج از ایران بوده و اینطور هدایت می شده. روزنامه مردم سالاری را هم یکی دیگه از روزنامه هایی هست که در واقع نزدیک به روزنامه های اصلاح طلبه و سعی کرده که به نوعی توضیح بده که چرا این اتفاق افتاده، چه اثراتی میتونه داشته باشه، چطور میشد که از این در واقع حجم اعتراض ها کم کرد، ولی باز هم هیچ اشاره ای نداره به این که در چند روز گذشته خسارت های زیادی به بار اومده، عده زیادی به خیابون ها اومدن، معترضن، جمع چه تعدادی بازدار شدن، چه تعدادی کشته شدن، هیچ آمار و اطلاعاتی در این موضوع در این روزنامه ها نمیبینیم. روزنامه رسالت روزنامه است که نزدیک به حزب مؤتلفه اسلامی است، از روزنامه های اصولگرا مطرح میشه. این روزنامه هم به نوعی به این موضوع پرداخته، ولی سرمقاله نویس این روزنامه اشاره کرده به این که این گفته این اتفاقی که افتاده، این اعتراض هایی که پیش اومده، اینا خود فتنه است، باز هم فتنه است، ولی گفته فتنه این بار خیلی عمیق تر از فتنه های تجمعات و اعتراض های سال های قبل، دهه های قبل، حتی از 77 88 88 98 و امثال این بوده، و باید بررسی بشه که چرا مایی که کشوری که دور تا دورش آشوب و اعتصاب و اعتراض، آمادگی امنیتی نداره برای اینکه بخواد جلوی یک چنین اعتراض هایی رو بگیره. اما در آخر روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت که در تمام روزهای گذشته سعی کرده از تصمیم دولت دفاع بکنه، باز هم در همین خط رفته و همونطور که آقای روحانی در این چند روز گذشته سخنرانی کرده و گفته موافق اعتراضه ولی با تخریب مخالفه و گفته بود که معترضان به گفته اون چند نفر عدد زیادی نیستن، این روزنامه هم همین خط رو پیش گرفته و سعی کرده که به نوعی بیاد مردم رو قانع بکنه. اما جدای از این روزنامه ها که در واقع یک نگاه رسمی حکومتی به این موضوع
موضوع دارن. بعضی از احزاب در داخل ایران بیانیه‌های متفاوت صادر کردن، بعضی از فعالان سیاسی همینطور. مثلا اینکه حزب اتحاد ملت یک بیانیه داده و گفته این حج خشونت نشون دهنده اینه که مردم کارت با سخونشون رسیده و باید برخورد بشه.